30 ثانیه قبل با سوت آقای سعید مظفری زاده دیدار تیم‌های ملوان و استقلال شروع شده، یکی از بازی‌های هفته نهم لیگ برتر باشگاه برای جراح کار. یه پاس قطری میخواد بفرسته پشت مدافعین، به دنبال توپ دقاقله، توپ رو هم میگیره، موقعیت برای تیم ملوان و راه توپ رو رحمتی میبنده. اولین موقعیت جدی بازی رو ملوان خلق میکنه توسط بازیکن خوزستانی خودش دقاقله. ملاحظه بفرمایید پاس بلندی که جراح کار فرستاد و منتظری یه لحظه جا موند و اینگونه رحمتی توپ رو راهی کورنر کرد. جاسم کرا منطقه بازی رو به خوبی عوض می‌کنه برای میدابودی، موقعیت برای او و شیرجه بسیار زیبای پور محمد که توپ رو راهی کورنر می‌کنه. این بازی نوید میده که در واقع ما در ادامه هم چنین صحنه‌های زیبایی رو ببینیم. ملاحظه بفرمایید چگونه بلافاصله استقلالی‌ها جواب میدن حرکت دقاقله رو. یه بار دیگه تصویر هستن، ملاحظه بفرمایید میدابودی و مسعود پور محمد و توی دروازه گل برای تیم استقلال. شما داشتید تصویر آهسته رو میدیدید که برهانی به نظر رسید که دروازه رو باز کرده. استقلال حالا 1-0 از ملوان پیش میفته. ملاحظه بفرمایید کورنری که فرستاده شد روی دروازه و توپی که توسط برهانی وارد دروازه شد. مهدی رحمتی با کیانوش رحمتی صحبت میکنه. مسلمان باید ضربه کورنر رو بزنه، ارسال به در نوابت جریمه، یک ضربه سر خطرناک دیگه از دقاقله و رحمتی توپ رو راهی کورنر کرد. صد محکم به نام صد مهدی رحمتی مقابل او قرار میگیره و اینگونه توپ رو راهی کورنر میکنه. جباری جاسم کرار در کنارش هست. میدابودی پشت محوطه جریمه، در موقعیت شوت زنی هم هست و پور محمد توپ رو شد. رحمتی حیدری در منطقه راست، یک پاس رو به جلو برای میلاد میدابودی، سرعتش هم زیاد هست. در محوطه جریمه یک پاس رو به جلو که سالارزاده توپ رو موقتا برمیگردونه و میلاد میدابودی که خیال خودش رو استقلالی ها و ملوانی ها رو همه رو راحت میکنه. مشکل نشین، فکر کنم بازی همون یکی چه، حالا ایشون خواهد گفت بها برقرار شد. در همین حین این گل به ثمر رسید. ملاحظه بفرمایید گل رسیده اینجا. نوستی توپ رو میفرسته برای رمضانی، ارسال او به درون محوطه جریمه و رافقایی کار رو تمام میکنه. از زاویه دیگه شما ملاحظه بفرمایید که گل چگونه به ثمر رسید. البته یه موقعیت ایستگاهی هست، اگر این ضربه رو ببینیم بهتر هست. ببینیم یاران ملوان این بار از این موقعیت چگونه استفاده خواهند کرد. ارسال رمضانی به درون محوطه جریمه، این ضربه و گل. جراح کار گل دوم رو میزنه. بازی یهو از این رو به اون رو شد. بازی یکیش بردن، حالا استقلال تا اینجا 2-1 میبازه. جراح کار روی یک توپ ارسالی گل پیروزی بخش یاران ملوان رو در نیمه اول به ثمر می‌رسونه. ملاحظه بفرمایید رمضانی دو تا پاس گل تو این بازی داد. این ضربه سر که دیگه رحمتی هم نتونست کاری بکنه. من عذرخواهی بکنم از اینکه ارتباط ما با شما قطع شد، واقعا به خاطر شرایط نامساعد جوی هستش که سیگنال های ارسالی ما رو دچار مشکل می‌کنه. سوت پایان بازی در نیمه اول به صدا در میاد. ملوان 2-1 با دو گلی که ملوانی ها در دقایق پایانی نیمه اول به ثمر میرسونن تا بازی 1-1 باخته رو حداقل در این نیمه با برد 2-1 عوض بکنن. اینم گل اول هست که نوستی اینجا حرکت میکنه، این پاس عمقی رو میده برای رمضانی، ارسال رمضانی و اینجا کار رو تمام میکنه رافقایی. بعدش هم که گل دوم بلافاصله به ثمر میانیش بود و گل ها هم اتفاقا در همین دقایق به ثمر رسید. اعلام خطا میشه پشت محوطه جریمه تیم ملوان که مورد اعتراض شدید علی جراحکار هم هست. منتظر هستیم تا ضربه نواخته بشه. مسعود پور محمد روی خط دروازه هست با
دیوار دفاعیش صحبت میکنه. میدان بودی دورخیز به سمت دروازه زیبا میزنه و توی دروازه. گل برای تیم استقلال. چقدر هم زیبا زد میلاد میدان بودی. در 48مین دقیقه استقلال رو به گل تساوی میرسونه. انصافا قشنگ زد. میداودی چگونه توپ رو به تور دوخت؟ ملاحظه بفرمایید از پشت دروازه با بغل پا و تاق دروازه رو نشونه رفت و ملاحظه بفرمایید چگونه زد توپ رو و کاری هم از دست پور محمد بر نیومد. اما اونقدر استقلالی ها پرتعداد هستن که به توپ برسن. بازم یاران سفیدپوش ملوان نظامی پور دقاقله از او توپ میخواد، دست هم اونجا ترجیح میده به سمت دروازه. موقعیت برای رافقایی که توپ ریباند رو بزنه، اما رحمتی خودش جمع و جور میکنه این توپ رو. ملاحظه بفرمایید نظامی پور اینجا زد. در چنین شرایطی کنترل توپ خیلی مشکل بود. رحمتی هم البته مقصر بود. اما جباری یک پاس رو به جلوی دیگه توپ میرسه به آرش برهانی، میتونه توپ رو سانت بکنه، کار انجام میده. در اون محوطه جرمی خطرناک هست. موقعیت برای یوسفی که سر و سامون میده اونجا به وضعیت خط دفاعی تیمش. حالا موقعیت هست دمره برای تیم ملوان، میتونه دقاقله گل سوم رو هم به ثمر برسونه. چجوری زد و از کجا توپش رفت؟ نظامی پور اشتباه میکنه، اما خودش مجددا در میانه زمین توپ رو میگیره. یه پاس پشت مدافعین برای رافقایی میده که تک به تک میشه موقعیت و تعادل خودش رو از دست میده. اعلام پنالتی شده. امید نظامی پور و کارت قرمز. ببینیم منتظری اخراج شده یا رحمتی. خواهیم دید. ببینیم خطا رو اصلا کی انجام داد. ملاحظه بفرمایید منتظری حرکت میکنه، خطا رو که منتظری انجام میده. بله، اگر قراره کسی اخراج بشه او منتظری خواهد. پشت توپ هست، رحمتی هم آماده مقابلش. خود رافقایی و توی دروازه. گل برای تیم ملوان. ملوان 3 استقلال 2. 61مین دقیقه ملوان داره تو خونه بازی میکنه و با این 3 امتیاز کاملا از بحران خارج خواهد شد. برخلاف جهت رحمتی توپ وارد دروازه میشه. 9 برهانی یه دور میزنه، مسلمان روی توپش هست. باز هم یه پاس پشت مدافعین میره که تک به تک میشه. این بار دقاقله موقعیت هست، وارد محوطه جریمه و گل. دقاقله گل چهارم رو میزنه. یا نصحتی، ببخشید، پویا نصحتی است. نصحتی بالاخره زهر خودش رو ریخت تا رحمتی دست به کمر فقط بیست و شرایط رو نظاره‌گر باشه. ملاحظه بفرمایید این توپی که اینجوری فرستاده شد به پشت مدافعین، عمرانزاده نتونست نصحتی رو کنترل بکنه. حرکت نصحتی و او دیگه به غیر از گل زدن چیکار میتونست بکنه در این صحنه؟ یه خورده حرکات او دقاقلم شبیه هم هست. هست حالا راه دور که ما هستیم یه لحظه من فکر کردم دقاقله است، اما نصحتی برای مرتبه چهارم دروازه استقلال ریا رو باز میکنه. میداودی باز هم پشت توپ هست، واقعا خطرناک میزنه این ضربات رو. دیوار دفاعی ملوان هم شکل گرفته. میداودی به سمت دروازه، این بار دیگه پور محمد توپ رو مشت میکنه. این ضربه میداودی است که زده میشه و پور محمد که ریسک نمی کنه. مسلمان یه پاس تو در دیگه برای نصحتی، درون محوطه جریمه و چیزی نموده که لایی بخوره رحمتی، اما توپ رو گرفت. یوسفی، شیرزاد، ارسال به دلو محوطه جریمه. یک ضربه سر از جباری و توپی که به بیرون میده. شدت باران باز هم زیاد شد. اگرش توپ از جراحکار، یه حرکت خوب از دقاقله. چی کار داره میکنه این نصحتی؟ حالا برای رافقایی میتونه تک به تک هم بشه. موقعیت برای
رافقایی و توپی که تبدیل به کورنر میکنه، ریزنقشی که خیلی راحت اراده بکنه بازیکن حریف رو جا میذاره. البته ببینید چجوری دوتا بازیکن استقلال اینجا اشتباه کردن. جباری برای شریفات، جراکار هم اونجا هست و در همین لحظه هم پایان بازی اعلام میشه با حساب 4-2 به سود تیم ملوان. انشاءالله که این بازی پرگل مورد توجه و عزت شما قرار گرفته باشه.